میخوام با سناریوی فیلم تبلیغاتی که برای سایت اینترنتی آماده کردیم شروع کنم. یه کاراکتر جوون خیلی خوب داریم. این کاراکتر رو تو شلوغی و سر و صدای شهر میبینیم. بعدش تمرکز میکنیم روی یه در بزرگ توی یکی از جاده‌های بزرگ شهر. کاراکترمون به این در حرکت میکنه. خسته، داغون، پر از استرس. بعدش در رو که باز میکنه وارد خونه امن، یعنی وارد منطقه نجات یافته شهر میشه. یه اتفاق مثل وارد شدن به بهشت. کسایی که همچین تبلیغاتی نگاه میکنن فقط متعجب میشن. یعنی ما میخواییم فقط آدم ها رو متعجب کنیم؟ راستش تاثیر شوک برای موندگاری تبلیغ تو ذهن خیلی مهمه. صدها پروژه هم تو استانبول هست که تو بیرون شهر انجام شده. برای شما چی اینا رو از خونه های امن جدا میکنه؟ واسه بیلبوردام یه کار دیگه میکنیم. روی یه جاده 3 بیلبورد متفاوت میذاریم. روز اول مینویسیم میخوای نجات پیدا کنی؟ هر کی میبینه کنجکاف میشه. روز دوم مینویسیم نجات خیلی نزدیکه، به رفتن ادامه بده. وقتی به سومی برسه با عکس بی‌نظیر خونه های امن روبرو میشن. روش هم شعار تبلیغاتیمون: بیرون شهر، آسایش شهر. روش جدیدی نیست. سعی میکنید معامله فکری کنید. ولی آقای ما برمیگردین به اولش. مشکلات کلی جا گذاشتین. برای این پروژه یه اسم انتخاب شد: خانه های امن. قبلش باید از خودتون بپرسین خونه یعنی چی؟ واسه این سوال جوابی دارین؟ خونه جایی که بهش پناه میبریم. جایی که ما رو از خطراتی که تو بیرونه محافظت میکنه. ببینید، آدم ها صدها ساله که تو قارا با گیاه و درخت ها سعی کردن برا خودشون جای امن درست کنن. پس همگی به یه چیزی نیاز دارن، در حالی که همه ی اینا را میدونیم. به من چیزی بگید که ندونم. از تو نه، با چشم خریدار ببینین. از بیرون نگاه کنید. شما دنبال یه فکر درخشان هستید، نه احساسات درست. ما به نگاه خیلی عمیق و صمیمی که با هیچ استراتژی بازاری خراب نشه لازم داریم. تو چی فکر میکنی؟ من؟ چیزی نمیدونم. چیزی نیست، خجالت نکش. فقط بگو چه فکری داری. همین. اول از همه خونه یعنی امنیت، به یه جا پناه بردن. این میاد تو ذهنم. اما چیزی که خونه رو به آشیونه مبدل میکنه آدمایی که بین دیوارشن. هر 4 دیواری میتونه خونه باشه، اما آشیونه نه. برای من خیلی متفاوته. از چیزی ترسیدن یا پناه بردن نیست، برای اینکه با هم میخوان باشن. آشیونه یعنی در کنار هم بودن، یعنی همدیگر رو دوست داشتن. مفهوم آشیونه رو یه عشق بی نهایت میتونه برسونه. جایی که دلمو گرم نکنه، به هم آرامش و امنیت نده، حتی که بهترین جای دنیام باشه، بهش نمیگم آشیونه. ممکنه یه خونه خراب بشه، دیوارش خراب بشن، اما اگه عشقی که خونه رو به آشیونه تبدیل میکنه اونجا باشه، میتونه ساده ترین جاها رو تبدیل به یه آشیونه کنه. البته نظر منه. چیزی که دنبالش بودم همینه. جلسه تموم شد. به کاراتون روی این موضوع ادامه میدید.